تروریست شخصیتی. شخص رو نمیزنن، شخصیتش رو میزنن. آوینی رو قبل شهادتش هیچ کی نمیشناخت، درسته نه؟ خونش گریخته شد، چی شد؟ اصلا خون ویژگیش همینه. الان شخصیت ها رو تدور میکنن، الان شخصیت ها رو تدور میکنن. یعنی میگن این فرد الان حذف فیزیکی بشه، جز اینکه بوت بشه، جز اینکه فردا 200 نفر برای جاده شهدا بگیرن، هیچ سود دیگه نداره. اینو باید له کرد، اینو باید به لجن کشید، باید یه کاریش کرد که مورد اتهام مردم باشه. ما پدر خودم تعریف میکرد، میگفت توی کلاس بودیم 50 نفر سر کلاس بودیم، 48 نفر میگفتن به شهید بهشتی فحش میدادن، بهشتی بهشتی طالقانی را تو کشتی، تو خیابون راه میرفت میشون مرده کشتن شوار بود. یعنی شهید بهشتی را اول شخصیتی زدن، بعد شخصی زدنش. شخصیتی زدن اصلا ابزار این هاست. چون روز ماهورا رو بگم چطوری میزنن طرف رو، اصلا باور نکردنی. چی میگه؟ ملت شما میدونین این کیه؟ من به خدا نمیدونم کیه، چی داره میگه؟ شما اصلا فکر میکنین اصلا نیاز هست من الان دور بزنم طنز بنویسم الان؟ چنان حق و باطل رو با هم باطل میکنن که یو خزو من هازو زخس من هازو زف ام زجان، یه مش از حق میره مش از باطل میره، با هم باطل میکنه که اصلا شما گیج و مات و مبهوت میمونید، میگید آقا این واقعی زدن نزدن، این حرفو زده نزده، راست دروغ فراوان. بعضیا میگن چرا به کسایی مثل رائفی پور میپردازین؟ این خیال بافی ها رو چرا باید بعضیا باور کنن؟ فقط رائفی پور هم نیست که این حرف رو میزنه، احمدی نژاد، حسن عباسی، ازغندی پور، مهدی طائب و امثال اینا همشون یه جور حرف. سال 78 رائفی پور رو میگیره وزارت اطلاعات، بازداشتش میکنه، چند ماهی تو زندان توحید نگرش میداره و وقتی آقای رائفی پور از زندان میاد بیرون، یکی دو ماه بعد جنبش مساف رو میندازه. چون رائفی پور وقتی دیپلم میگیره میره دانشگاه آزاد حسابداری میخونه و مدرک کارشناسی حتی نگرفته رهاش میکنه و میشه اون خطاب هایی که بهش میکنن دیگه، استاد دکتر علی اکبر رائفی. خراب میکنی دیگه، اصلا میگم عموم مردم شایع میشه اون مطلب دیگه. حالا این آدم حس فیزیکی هم بکنه دیگه مهم نیست، دیگه حالا این آدم حس فیزیکی هم بکنه دیگه مهم نیست، چون دیگه اون بوته نیست، چون اون اثر رو نداره. خیلی استاد رو کنم یه روش ها رو بشه نرمه. بعد عجیبتر اینه که اینجا شده دقت کنید، در ترور نوع اخیر هموطنان شما هم مشارکت میکنن، هم تیپای خودت هم بازی میخورن، خود اینا میشن عمله بیجیر مواجب اون طرفی ها. با چی؟ با فرستادن یه اسمس، با پخش اسمس، با فرستادن یه کلیپ، چه میدونم؟ چون مردم آموزش مقابله با این نهره ترور رو ندیدن. شما هم نگاه کن کسایی که تو مملکت ما از آرمانهای اصیل انقلاب دارن دفاع میکنن، همه رو تخریب کردن. یعنی اصولی و اساسی داره انجام کار انجام میده، کاری هم دست در نمیاد جز اینکه سواد رسانه‌ای مردم ببری بالا. من خودم به شخصه به عنوان کسی که تو حوزه صهیونیست کار کردم، الحمدلله فوش خوب و اساسی هم زیاد خوردم، اونقدر که من از داخلی ها ضربه خوردم، خدا گر بخواد از خارج نخوردم، اونقدر که از داخلی ها خودم ضربه خوردم، از ماهورا نخوردم، یکی از سوژه های ثابت ماهورا هم هستم. ما هیچ کدوم نه اون نه گلولش درد داشت، اما این داخلی است که آتیش میگیری، توف سربالاست، نه میتونی جواب بدی، اصلا میمونی نمیچکن. واقعا گیر میکنی هم میگه من باید دارم جواب بدم ندم چکار کنم؟ گفت اگر گویم زبان سوزد، اگر گویم مغز استخوان سوزد،